دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. درس امروز فرق بین say و tell هستش که ببینیم دقیقاً کجا به کار میره. اشتباهایی که من همش میشتمم دانش آموزان میکنم، بریم اینا رو تصحیحش بکنیم و کاربردهاشو، چه جایی قوانینش چیه و چه چیزهایی هستش که باید حفظ بکنید. خب و عوض کلن نمیشه. این سوال آقای قیصری بوده. از همینجا به همه شما عزیزان و همچنین به ایشون سلام میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این درس به درخواست ایشون بوده. قبل از اینکه شروع کنیم فقط میخواستم بهتون بگم که درسای کافی تایم، اونایی که صحبت میکنیم با هم دیگه پاسخ به سوالاتون میدم و اسمشو گوشم کافی تایم، به نظر میرسه که هم شما خیلی دوست دارید هم من خیلی دوست دارم اون ویدیوها رو، هم خودم خیلی خیلی خوشم میاد از اون سبک ویدیو، هم شما مشخص بوده که از طریق لایک و کامنت و تعداد ویو متوجه میشم که چه چیزایی بیشتر دوست دارید. ولی به هر حال میخواستم بهتون بگم که بعد از این درس یه دونه کلوکیشن ها رو که یک عزیز دیگه سوال کردن اون هم میذارم و بعد از اون دیگه کافی تایم بریم. خب پس هر سوالی دارین راجع به این که اگر توی انگلیس فرهنگا چجوریه، یا این که اگر یه اتفاق افتاد چجوری باش برخورد کنین، چه عملی انجام بدین، قوانین چجوریه اگر توی انگلیس نیستین و میخواین بدونین، یا این که اگر توی انگلیس هستین میخواین بدونین چجوری عمل کنین، همه اینا رو اگر که، یا هر سوال دیگه ای اگر دارین فکر میکنین که توی اون ویدیو باید پاسخ داده بشه زیر بذارید، چون من معمولا توی ویدیوهای کافی تایم با شما خیلی 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 صحبت میکنم با تک تکتون. توی قسمت کامنت هر سوال دارین بپرسید، همه رو یادداشت میکنم روی یک پیس آف پیپر، ام جواب میدم توی اون کافی تایم. خب بریم شروع کنیم. اول بهتون بگم که خیلی اشتباهایی که شنیدم میکنید، میگید که said me، she said me، یا she told to me، کاملا برعکس استفاده میکنید. وای نه 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 غلطه. این که بگین she told to me بعد از tell یا گذشتش told to نمیاد اصلا، object بیاد، به هیچ عنوان اشتباهه. و یا بعد از اینکه said me object بیاری مستقیم بعد از say، اونم کاملا اشتباهه. لطفا اینو فیکس کنید که یک اشتباه خیلی خیلی هم پیش پا افتاده هم خیلی بزرگه در عین حال. بریم ببینید که قوانین چیا هستش. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که کجا سی و تل به کار میرن. این قوانین همیشه یکی نیست، میتونه بعضی وقتا جا به جا استفاده شه، ولی به صورت کلی بهتون میگم که توی reported speech سی رو استفاده میکنیم. یعنی چی؟ وقتی که گزارش میدیم از یه صحبتی رو میگیم فلانی گفته، گزارش صحبتی یکی دیگر رو به صورت غیر مستقیم داریم میدیم، خب غیر مستقیم گزارش میکنیم در واقع، خب. ولی مستقیم تر اگه بخوایم بگیم مستقیم به خود من اینجوری گفت، ما تل رو میاریم، اوکی. ولی بعد از سه به هیچ عنوان آبجکت نمیاریم، اوکی، می، ه، هیم اینا رو نمیاریم، ولی بعد از تل حتما بعد می، یو، him، her. ببینیم چجوری. مثلا این چیزی که توی تیتر اخبار بوده امروز رو من انتخاب کردم برای شما. Boris Johnson has said it could have gone either way. Boris Johnson has said it could have gone either way. میدونم که معمولا either way رو منظورش رو نمیفهمید یا معنیش رو نمیفهمید. Either way، it could have gone either way، یعنی میتونست هر اتفاقی بیفته، میتونست هر کدوم از اینا بشه، اوکی؟ پس این معنیش این هستش. حالا Boris Johnson has said it could have gone either way. Could have gone و یه چیزی have و past participle اون رو درس دادم توی present perfect، اگر نگاه نکردید بهت نگاه کنیم. پس has said it could have gone either way. پس اینجا میبینید که بعد از said هیچ شخصی رو ما نمیاریم، غلطه. اگه بگید said him، said me، خیلی اشتباه بد و رایجی هستش. Boris Johnson has said، تمام، حالا چیزی که گفتو مستقیم گزارش میکنی. It could have gone either way. It could have gone either way. حالا به این توجه کنید که direct هستش. Boris Johnson told me،
غیر ممکنه که باربیس جانسون چیزی رو مسترم بیاد به من بگه، ولی خب anyway that's just an example. anyway Boris Johnson told me، باز ببینید told to me کاملا غلطه، کاملا غلطه. told me تو رو قشنگ کاملا حذف کنید چون اصلا به درد نمیخوره اینجا. told me بعدش مفعول رو میارید به چه کسی؟ told me، told her، told you، told my mother، told my father، told my cousin، told my sister، told my brother، هرچی، told my friend، هر کسی. ولی تو نه، بعد از told یا tell. told گذشته tell هستش، بعد از tell یا told گذشتهش تو حذف. It could have gone either way. خب بریم به مثال بعدی. She told me، دوباره ببینید اینجا هیچ چیز اضافه to مو نداریم. She told me she doesn't want to see him anymore. She told me she doesn't want to see him anymore. Told به چه کسی؟ گفت به چه کسی؟ Me. Told me. اینجا میای object بیاری. Okay. Told me. Okay. I'll tell you later. I'll tell you later. توی این مشخصا توی این جمله tell رو میاریم. I'll tell you later. I'll tell you later. نه I tell to you. I tell you later. Okay. همه دانش آموزای زبان این اشتباه میکنن. What did you say? What did you say? What did you say? میخوای بگی چی گفتی؟ What did you say? What did you say? What did you say? Did you tell your friends about it? Did you tell your friends about it? الان میبینید که اینجا به چه کسی؟ به دوستت. Did you tell your... مستقیم شخص رو میاری. دیگه تو نمیاری. Did you tell your friends about it? Did you tell your friends about it? What did you say to Mariam? She's upset. What did you say? What did you say to her? Okay? What did you say to Mariam? یا to her. پس میبینید که اگر بخواید میتونید اصلا توی مواقعی که what did you say باشه به کسی چیزی نگفته باشید که هیچی بعدش نمیاد. خب؟ مثل اینکه یه حالت کلی گزارش کردن بود. ولی اینجا what did you say to Mariam؟ اینجا به یک شخص، به یک شخص بوده، تو رو حتما میاریم. What did you say to Mariam؟ پس بعد از say to میاد، ولی بعد از tell to نمیاد، مستقیم شخص میاد. مثل این بود که بگفتی What did you tell Mariam؟ What did you tell Mariam؟ خب she's upset. البته توی این مورد بیشتر همون say. What did you say to Mariam؟ She's upset. حالا یه سری چیزا هست مثل اینکه I'll tell you later که فقط tell میاد. پس اینا رو باید توی ذهنتون حفظ کنید، بسپارید، عادت کنید بهش، تکرار کنید، تمرین کنید، به صدای مختلف گوش بدید، لیسنینگتون رو قوی کنید، بتونید که بتونید اینو به قشنگ براتون جا بیفته حفظش کنید. اوکی؟ tell the truth. Tell the truth. I told you the truth. I told you the truth. Okay? I told a lie. I told a lie. To tell a lie. اینم tell باید بیاری. She told a lie. She told a big lie. خب؟ She told a lie. She told a joke. He told a joke. Okay? Tell a story. برای story هم، برای داستان گفتن هم tell بیاریم. پس یکی برای حقیقت رو گفتن tell the truth. Tell a lie برای دروغ، tell a joke برای joke گفتن و story داستان، tell a story. اوکی؟ پس متوجه شدید که چی رو باید به کجا استفاده کنید. امیدوارم که از این درس خوشتون اومده باشه. یادتون نره که اگر درس خوشتون اومده لایک بزنید و برای درس های برای کافی تایم سوالاتتون رو توی قسمت کامنت برای من بذارید، همه رو جواب میدم. روزتون بخیر، خداحافظ.